سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه دوره تست نویسی در ریاکت. ما جلسه قبلی دوستان اومدیم کامپوننت اینپوتمون رو براش تست نوشتیم، خاطرتون باشه، و نکته که وجود داشت این بالا این فایل ستاپش بود بچه ها، که یه مقدار با چیزایی که حالا قبلا توی فصل قبلی داشتیم متفاوت بود. ما قبلا میمدیم یه کامپوننتی رو میدادیم به شلو و اون برای ما در واقع حالا یه خروجی به ما میداد و از اون خروجی استفاده میکردیم توی تست نویسیمون. تفاوتی که اینجا وجود داره اینه که ما قبلا یه کامپوننت خالی رو میدادیم به شلو، همیشه اینجوری بود دیگه، اما الان کامپوننتی رو داریم بهش میدیم که داخل خودش مفهوم ریداکس رو داره، استور رو داره، کانکت رو داره و این یه مقدار شرایط رو متفاوت میکنه. دلیلی هم که کنسول لاگ من گذاشتم اونجا و میخوام خروجی ورپر رو ببینم برای همینه. یعنی الان میخوام ببینیم خروجی ورپر رو ببینیم، ببینیم چه تفاوتی با قبل داره و چه جوری باید این مشکل رو حلش بکنیم. چون خروجی که الان این ورپر فقط داره به درد تست نویسی من نمیخوره. من کامپوننت اینپوت رو میخوام، اون چیزی که رندر شده، کامپوننت اینپوت رو میخوام برای تست نویسیم پایین. اما این ورپر من کامپوننت اینپوت من نیست. حالا چیه؟ بریم ببینیم با هم. وقتی تست رو ران بکنم خروجی کنسول لاگم رو ببینم یه همچین چیزی به من میده بچه. این یه های اوردر کامپوننته که کامپوننت اینپوت من به عنوان چایل داخلش قرار داره. یه دیسپچ هم داخلش قرار داره. این دیسپچ از کجا میاد؟ اون به خاطر کانکت بچه‌ها. کانکت این دیسپچ رو داخلش قرار داده، بعد این ولیو هم داخلش هست. اینا همه به خاطر اون بحث ریداکس و کانکتیه که ما گذاشتیم. خب یعنی عملا خروجی ورپر الان به درد ما نمیخوره. من به این اینپوت کامپوننت اینپوت نیاز دارم برای اینکه بخوام کار تست نویسی ما انجام بدم. حالا سوال اینجاست، من چجوری میتونم به اون چایلد دسترسی پیدا بکنم؟ چجوری میتونم به چایلد این کانتکست پرووایدر دسترسی پیدا بکنم؟ برای اینکه شما بخواید به این دقیقاً چایلد دسترسی پیدا بکنید، باید از ابزاری استفاده کنید به نام دایو. یه جوری از اسمش حالا میشه برداشت کرد، مثلا اینجوری که شما شیرجه بزنید داخل یه چیزی که بخواید توش رو ببینید، دایو بکنید داخلش. خب اینم هم همینه، یعنی شما دایو رو میدید بهش و اون دقیقاً اون محتوا اون چایلد رو به شما برمیگردونه. بریم یه دایو بدیم ببینیم چی میشه و بعد بیایم ببینیم راجعش صحبت کنیم. من خروجی این رو یه دایو بهش میدم. دایو. یه بار دیگه تست رو ببینیم. ببینیم این دفعه خروجیمون چی میشه. قبلا که این بود. حالا ببینیم این دفعه چی میشه. خب یه اروری داد به ما. چه اروری؟ چرا باید همچین اروری بده؟ میگه که این ورپرتون دات نباید این ارور رو میداد. شلو مو دارم، اینپوت رو دادم بهش با استورم، اوکی. بعد دات دایو، این درسته، طبیعتا نباید ارور میداد ولی ارور داده. اینا خروجی کنسول لاگ هم بهم داده یا نه؟ نه. خب بزنیم چه روری داره روشو ببینیم. میگه که try to import a file which is kind of parse. اوکی. بذار داکیومنت خودش رو ببینم، چون طبیعتا باید بهمون میداد اینو. خب نیا کن الان اینجا اینه، درسته. اوکی 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 اوکی. نیا کن اینها دیگه، این ورپر هم اینجاست، درسته. به ورپر هم رفته داده دایو داده. مشکلی نداره ولی ارور داده بچه ها. خب بذار یه کار بکنم،
یه مرحله دیگه دایو بهش بدم، میخواستم اینو جلوتر بگم ولی فکر کنم مجبورم اینجا بگم. یه مرحله دیگه بریم داخل ببینیم الان چی میمون میده. الان تستم پاس شد و این دیوار رو به این برگردون. قبلی هم باید برمیگردون بچه ها. بذار من رو تو نطفت بهتون بگم چه اتفاقی میفته. خب بچه اینجا نگاه کنید تو نطفت. من اون مرحله اول ورپر هم خب یه همچین چیزی بود. بذارید بیارمش بالا. مرحله اول ورپر من یه همچین چیزی بود. درسته؟ این ورپر من بود. اضافه اون تو کم کنم. این ورپر من بود. خب من گفتم میخوام به این دسترسی داشته باشم. یه مرحله اومدم روی این دایو زدم. میزنم استپ یک یه دایو زدم. وقتی شما یه مرحله دایو بزنید خب خروجی قضیه چی خواهد بود؟ خروج این... وقتی یه مرحله دایو بزنید خروجیش میشه این اینپوت بچه ها. ببخشید چرا اینجوری کردم. خب این خروجیش میشه این. اما باز من این پوته به دردم نمیخوره، نمیتونم روی این تست بنویسم. من داخل این پوته رو میخوام. چی رو میخوام؟ شما کامپوننت این پوته من رو ببینید داخلش چی هستش؟ یه دونه دیو هستش. من اینو میخوام، میخوام به این دسترسی پیدا کنم برای اینکه تست بنویسم. برای همین اومدم یه استپ دیگه هم دایو زدم روش. یعنی دو تا دایو پشت سر هم زدم. استپ دو یه دایو دیگه زدم. حالا چی رو به من برمیگردونه؟ این دقیقا چیزی که اینجا به من برگردونه بچه ها، نیا کنید این دیوار رو به من برگردونده. یعنی من از این با دو مرحله دایو رسیدم به محتوای اون کامپوننت اینپوتم. بریم داخل کامپوننت اینپوتمون یه دونه دکمه بذاریم ببینیم آیا واقعا دکمه هم به اون برمیگردونه یا نه. چیکار میخوام بکنم؟ میخوام برم تو این دیوه یه دونه دکمه بذارم و ببینم که دقیقا اوکی میشه یا نه. میام اینجا توی کامپوننت بذارید اینو ببندم اینجا اینو اینجوری میکنم چون میخوام چند خطی بشه. یه دیو میذارم داخلش یه دونه باتن میذارم فلان اینجوری میذارم باتنو. انتظار دارم که اون تو اون مرحله آخر کنسول لاگ به من چی برگردونه؟ یه دیوی که داخلش باتنه. ببینیم اینجوری میشه. نکن بچه ها یه دیو به من برگردونه که داخلش باتن هستش. پس من با استفاده از دایو میتونم به چایلد اون دقیقا های اورده کامپوننته و یه محله که دایو بزنم به محتویات اون کامپوننته دسترسی داشته باشم. حالا میتونم ازش استفاده بکنم. یعنی دیگه خیلی راحت میتونم دقیقا کارم رو انجام بدم و اینجا با خیال راحت بنویسم چی بچه ها؟ ریتن ورپر. الان دیگه از این ولاپره میتونم اینجا استفاده بکنم. بریم بیام جلسه بعدی میخوام بحث رو ادامه بدیم. فعلا خداست.